عرصه داخلی هم همینجور. شما ملاحظه کنید یه عده‌ای قانون شکنی کردن، ایجاد اغتشاش کردن، مردم رو به ایستادگی در مقابل نظام تا اونجایی که میتوانستن تشویق کردن، حالا تیغشون نبرید، اون کاری که میخواستن نشد، او بحث دیگری است، اونا تلاش خودشون رو کردن. زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز کردن، جرأت به اونها دادن. کاری کردن که دشمنان امام، اون کسانی که بغض امام رو در دل داشتند، جرأت پیدا کنن بیان توی دانشگاه به عکس امام اهانت بکنن. کاری کردن که دشمن مأیوس و نومید جان بگیره، تشویق بشه بیاد در مقابل چشم انبوه دانشجویانی که مطمئنن اینها علاقمند به امامن، علاقمند به انقلابن، عاشق کار برای کشور و میهنشون و جمهوری اسلامی هستن، در مقابل چشم اینها یک چنین اهانتی، یک چنین کار بزرگی انجام بدن. این اون قانون شکنیشون، اون اغتشاش جوییشون، تشویقشون به اغتشاش و کشوندن مردم به عرصه اغتشاشگری، اینم نتایجش، خطاهایی که اتفاق میافتد، عمل خلاف انجام میگیرد، کار غلط انجام میگیرد، بعد برای اینکه این کار غلط، غلط بودنش پنهان بشود، اطراف او فلسفه درست میشود، فلسفه میبافن، استدلال براش درست میکنن. از ابتلاعات بزرگ انسانها اینه. هممون در معرض خطریم، باید مراقب باشیم. کار خطا رو میکنیم، بعد برای اینکه در مقابل وجدانمون، در مقابل سوال مردم، در مقابل چشم پرسشگران بتوانیم دفاع کنیم از کار خودمون، یک فلسفهی براش درست میکنیم، یک استدلالی براش میتراشیم. خب اینها ایجاد فتنه میکنه، یعنی فضا را فضای غبار آلود میکند. شعار طرفداری از قانون میدن، عمل صریحاً برخلاف قانون انجام میدن. شعار طرفداری از امام میدهند، بعد کاری میکنن که در عرصه طرفداران اونها یک چنین گناه بزرگی انجام بگیره، به امام اهانت بشه، به عکس امام اهانت بشه. کار کمی نیست، کار کوچکی نیست. دشمنان از این کار خیلی خوشحال شدن. فقط خوشحالی نیست، تحلیل هم میکنن، تحلیل میکنن، بر اساس اون تحلیل تصمیم میگیرند، بر اساس اون تصمیم عمل میکنن، تشویق میشن بر علیه مصالح ملی، بر اساس علیه ملت ایران. اینجا اون چیزی که مشکل را ایجاد میکند، همون فریب، همون غبارآلودگی فضا، همون چیزی که در بیان امیرالمومنین علیه السلام هست: ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من ذاک ضغط فیمزجان و حین اذن یشتبه الحق علی اولیائه. یک کلمه حق را با یک کلمه باطل مخلوط میکنن، حق بر اولیاء حق مشتبه میشود. اینجاست که روشنگری، شاخص معین کردن، مایز معین کردن معنا پیدا میکنه. اون کسی که برای انقلاب، برای امام
برای اسلام کار میکند، به مجردی که ببیند حرف او، حرکت او موجب شده از که یک جهتگیری علیه این اصول به وجود بیاد، فورا متنبه میشود. چرا متنبه نمیشن؟ وقتی شنفتند که از اصلی ترین شعار جمهوری اسلامی، یعنی خود جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که اصلی ترین شعاره، وقتی دیدن از این اصلی ترین شعار اسلامش حذف می شود، باید به خود بیان، باید بفهمن که دارن راه رو غلط میرن، اشتباه می کنن، باید تبری کنن. وقتی می بینن در روز قدس که برای دفاع از فلسطین و علیه رژیم غاصب صهیونیست است، به نفع رژیم غاصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده می شود، باید متنبه بشن، باید خودشون رو بکشن کنار، بگن نه نه، ما با این جریان نیستیم. وقتی می بینن سران ظلم و استکبار عالم از اینها حمایت میکنن، رؤسای آمریکا و فرانسه و انگلیس و اینایی که مظهر ظلمن، هم در زمان کنونی هم در دوره تاریخی 100 سال و 200 سال تا حالا، اینا دارن از اینا حمایت میکنن، باید بفهمن یک جای کارشون عیب دارد، باید متنبه بشن. وقتی میبینن همه آدمهای فاسد، سلطنت طلب از اینا حمایت میکنه، توده ای از اینا حمایت میکنه، رقاص و مطرب فراری از کشور از اینا حمایت میکنه، وقتی این رو میبینن باید متنبه بشن، باید چشمشون باز بشه، باید بفهمن که کارشون یک عیبی دارد، بلافاصله برگردن بگن نه ما نمیخوایم حمایت شما رو. چرا رو درواسی میکنن؟ آیا میشود با بهانه عقلانیت این حقایق روشن رو ندیده گرفت که ما عقلانیت به خرج میدیم؟ این عقلانیته که دشمنان این ملت و دشمنان این کشور و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب شما را از خود بدانند و برای شما کف و سوت بزنند، شما هم تو خوشتون بیاد دلخوش کنید؟ این عقلانیته؟ این نقطه مقابل عقل است. عقل این است که به مجردی که دیدید برخلاف اون مبانی که شما ادعاش رو میکنید چیزی ظاهر شد، فورا خودتون رو بکشید کنار، بگید نه 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 ما نیستیم. به مجردی که دیدید به عکس امام اهانت شد، به جای اینکه اصل قضیه رو انکار کنید، کار رو محکوم کنید، بالاتر از محکوم کردن کار، حقیقت کار رو بفهمید، عمق کار رو بفهمید، بفهمید که دشمن چجوری دارد برنامه ریزی میکند، چی میخواهد، دنبال چیست دشمن، اینو باید بفهمند این آقایون. من تعجب میکنم کسانی که خب اسم و رسم خودشون رو از انقلاب دارن، بعضی از این آقایون یک سیلی برای انقلاب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت، خب به برکت انقلاب اسم و رسم پیدا کردن، همه چیزشون از انقلابه. خب میبینید که دشمنان انقلاب چطور براق شدن، آماده شدن، صف کشیدن، خوشحالن، میخندن، اینا رو که میبینید خب به خود بیایید متوجه بشید. شما خب برادران سابق ما هستید، کسانی هستید که
بعضی از اینها به خاطر امام یک وقتی مورد اهانت هم قرار می گرفتن به خاطر طرفداری از امام. حالا ببینن که کسانی که به نام اینها شعار میدن، عکس اینها رو رو دستشون میگیرن، اسم اینها رو با تجلیل میارن، اینا درست نقطه مقابل علیه امام و علیه انقلاب و علیه اسلام و روزخوری علنی روز قدس در ماه رمضان و اینا رو میبینید. خب بکشید کنار، انتخابات تمام شد، انتخابات تمام شد، یه انتخاباتی بود قانونی هم بود، درست هم بود، اشکالی هم نتوانستن بر انتخابات بگیرن و ثابت کنن. حالا هی ادعا کردن، خب فرصت هم داده شد، گفتیم بیایید نشان بدید ثابت کنید، نتونستن، نیومدن، تمام شد. پابندی به قانون اقتضا میکند که انسان ولو این رئیس جمهوری را که انتخاب شده است قبول هم نداشته باشد. وقتی قانون را انسان برای قانون وقتی احترام قائل بود، بایستی در مقابل قانون انسان خضوع کنه. خب معلوم است هیچ کسی که نمیتوانه بگه این کسی که انتخاب شده 100% حسن محض است، اون طرفی که انتخاب نشده است 100% قبح محض است. نه، همه حسنی دارن، قبحی دارن، این طرف هم حسنی داره، قبحی داره، اون طرف هم حسنی داره، قبحی داره. قانون ملاک است، معیار است. چرا اینجور میشه؟ چرا این هوایی نست؟ ما از اول این مال امروز هم نیست ها. شما کسانی که حالا از اوائل انقلاب یادشون هست میدونن، بعضی بودن از یاران امام، از نزدیکان امام، در دهه اول انقلاب در حال حیات امام کارشون به مقابله با امام کشید، کارشون به معارضه با امام کشید، ایستادن پای این که امام رو به زانو در بیارن، ایستادن پای این اثبات کنن خطای حرکت امام رضوان الله تعالی علیه را، اون مرد بزرگ را، اون مرد الهی را، و زاویه پیدا کردن. خب انقلاب اینها رو متروت کرد، تردشون کرد. از اول انقلاب داشتیم و از این قبیل افراد، کسانی بودن که از نزدیکان امام بودن، یاران امام بودن، کارشون کشید به یا پناه بردن به دشمن، یا مواجه شدن با انقلاب، یا ضربه زدن به انقلاب. اینا باید عبرت باشد برای همه ما، عبرت باید باشد، باید بفهمیم. من هیچ اعتقادی ندارم به دفع، من گفتم در نماز جمعه اعتقاد من به جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است، اما بعضی که انو خودشون اصرار دارن بر این که از نظام فاصله بگیرن، یک اختلاف درون خانوادگی را، درون نظام را که یک مبارزات انتخاباتی بود تبدیل کردن به مبارزه با نظام. یه عده، البته اینا اقلیتن، کوچکن در مقابل عظمت ملت ایران، صفرن، لکن به نام اینها شعار میدن، اینها هم دل خوش میکنن به این. این باید مایه عبرت باشد. تبلیغ باید بتواند این حقایق را برای مردم و برای خود اونها روشن بکنه که بفهمن دارن خطا میکنن و اشتباه میکنن. البته این نظام، نظام الهی است، این نظام نظامی است که خدای متعال لطف خود و حمایت خود را از این نظام نشان داده است به مرات و کرات. تجربه های ما از اول انقلاب همش همین رو نشان میده. ما اگر با خدا باشیم، خدا با ماست. مطمئنن این کسانی که امروز در سطح بین المللی، این جهانخاران که با این منطقه های مغلوط
که اشاره کردم با این منطقه های مخدوش میخواهند دنیا را اداره بکنند و بر دنیا سیطره پیدا بکنند، مطمئنن به وسیله این ملت و به وسیله ملت های مستقل به حول قوه الهی تو دهنی خواهند خورد. اینا نه اسلام رو شناختند، نه این ملت رو شناختند، نه این انقلاب رو شناختند، نه امام راحل عظیم و شأن ما رو شناختند، نمیدونن با کی طرف شدن. این ملت رو هم نشناختند. این ملت ملت مقاومی است. جوانهای ما جوانهای هستند که به معنای حقیقی کلمه از عمق جانشون تلاش میکنن برای سعادت، سعادتی که در اسلام هست. دانشجوهای ما هم همینجورن. دانشجوهای ما امروز جزو برترین دانشجوها هستن، نه فقط از لحاظ ذهن و علم، بلکه حتی از لحاظ صفا، معنویت، ایمان. دانشجوهای ما خیلی خوبن. تو همین قضایا هم بارها دیده شده دانشگاه بسیار آزمایش خوبی داد، در همین قضایا نشون داد که تو صحنه است، آگاه است، بیدار است. هرچه همین ارتباط حوزه و دانشگاه، این پیوند حوزه و دانشگاه بیشتر بشود، این معنویت، این روحیات خوب بیشتر خواهد شد. ما البته درخواستمون از مردم این است در این قضایای اهانت به امام راحل رضوان الله علیه، مردم ما عصبانی شدن، خشمگین شدن، حق هم دارن، اعلام براءت کردن، جا هم داشت، خوب هم بود، لکن آرامششون رو حفظ کنن. از دانشجوها هم ما همین درخواست رو داریم، آرامش رو حفظ کنید. این کسانی که در مقابل شما قرار دارن، اینها کسانی نیستن که ریشه ای داشته باشن، بتوانن بمانن، بتوانن در مقابل عظمت این ملت و عظمت این انقلاب بتوانن مقاومت کنن. نه، با آرامش، همه کار با آرامش. اگر یه وقتی لازم بشه خود مسئولین، خود قانون و حافظان قانون اونچه که وظیفه‌شون باشد انجام میدهند، البته شناسایی کنن. خود دانشجوها موظفن در محیط دانشگاه افرادی را که منشأ فسادن اینها رو بشناسن، آگاه کنن دیگران را. این خودش یک تبلیغ درست و صحیح است. آگاه کنن، بدانن ارتباطات اینها را، جهتگیری اینها را. لکن همه کار با آرامش باید انجام بگیرد. در سطح جامعه تشنج، اغتشاش، درگیری مصلحت نیست. این چیزی که دشمن میخواهد. دشمن میخواهد جامعه آرام نباشه. امنیت مهم است. دشمنان امنیت مردم دوست دارن که مردم در ناامنی زندگی کنن، ناراحت بشن، کلافه بشن، عصبانی بشن. ما این رو نمیخواهیم. ما میخواهیم مردم زندگیشون زندگی آرامی باشد. دانشجو بتوانه درس بخونه، طلبه بتوانه درس بخونه، دانشمند بتوانه تحقیق خودش رو بکنه، صنعتگر، کشاورز، بازرگان بتوانن همه کارشون رو انجام بدن. محیط دانشگاه هم باید محیط امنی باشد. جوانهای مردم تو این مجموعه دانشگاه جمعن، مردم میخوان جوانهاشون در محیط امنی باشن. این کسانی که محیط دانشگاه رو ناامن میکنن با این اغتشاشگری، با مردم مواجهن، با مردم طرفن. البته دستگاه‌های قانونی هم وظایفی دارن، باید به این وظایف عمل کنن. بدانید جوانان عزیز، طلاب عزیز، فضلای جوان،
بدانید که این آیه مبارکه فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، این امروز مصداق تام و تمامی در زمان شما دارد و این رو شما خواهید دید، به فضل الهی خواهید دید که و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، این بنای استوار که هندسه اون الهی است، بنای اون هم با دست یک مرد الهی است، بقا اون هم با اراده این ملت عظیم و با ایمان این ملت عظیم است، این بنا استوار خواهد ماند و انشالله این درخت روز به روز ریشه دارتر خواهد شد و خواهید دید که این مخالفان، این کسانی که با این بنا با این حق و حقیقت مخالفت میکنن، این فیذهب جفاء، اینا در مقابل چشم شما انشالله نابود خواهند بود. امیدواریم خداوند متعال قلب مقدس ولی عصر رو نسبت به همه ما مهربان بفرماید و دعای اون حضرت رو شامل حال ما بفرماید و ارواح طیبه شهدا و روح امام بزرگوار رو انشالله از ما راضی کند. و السلام علیکم و رحمت الله. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در این دیدار ماه محرم را بهترین فرصت برای تبلیغ صحیح و شاخص سازی در جامعه به ویژه در دوران فتنه برشمردند و افزودند در دنیایی که اساس کار دشمنان حقیقت بر فتنه سازی است، اساس کار طرفداران حقیقت باید بر بصیرت و راهنمایی باشد. ایشان نکاتی را هم در خصوص تبلیغ و عزاداری در ماه محرم بیان کردند و افزودند باید سعی شود همان گونه که امام راحل رحمت الله علیه در سخنی ژرف نگرانه فرمودند، عزاداری ها در محرم به شکل سنتی و همراه با روزه‌خوانی و اشک برای مصائب امام حسین علیه السلام و خاندان ایشان باشد. رهبر انقلاب اسلامی روزه‌خوانی و ذکر مصیبت را پیوند عاطفی با اولیای الهی و پشتوانه بسیار ارزشمند برای پیوند فکری و عملی با معارف دینی دانستند و افزودند این پیوند عاطفی در واقع همان مودتی است که در قرآن کریم آمده و اگر این مودت نباشد ولایت و اطاعت هم وجود نخواهد داشت و ممکن است همان بلایی که بر سر امت اسلامی در دورانهای اول به دلیل کنار گذاشتن مودت آمد تکرار شود. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند تشریح حوادث عاشورا و ذکر مصیبت لازم است و عده‌ای از موضع روشنفکری نگویند که چه نیازی به ذکر مصیبت و گریه است. ایشان در خصوص عزاداری سنتی خاطر نشان کردند انجام عزاداری به شکل متعارف آن و حرکت به صورت دستجات سینه‌زنی و ذکر مصیبت موجب بیشتر شدن ارتباطات عاطفی مردم خواهد شد، اما باید از برخی اشکال عزاداری همچون غمزنی که بد و ناسهی هست و قبلا هم بر ترک آن تاکید شده پرهیز شود.